توی این ویدیو میخوایم در مورد پارامترها صحبت کنیم. با ما همراه باشید. سلام بچه ها، من نهال هستم. به پیج من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که پارامترهای هر شکلی به نسبت به شکل دیگه چه تغییر پیدا میکنه و یه توضیحتون کلی در مورد پارامترها بدیم. با من همراه باشید تا بهتون نشون بدم. توی ویدیوهای قبلی بچه ها ما یه سه تا آبجکت ساختیم. حالا میخوایم ببینیم که پارامترهاشون با هم دیگه چه فرقی میکنه. پارامتر منظورم چیه؟ ببینید بچه ها، هر شیء رو که شما انتخاب کنید وقتی روش کلیک کنید، اینجا تنظیمات مربوط به اون آبجکت رو بهتون نشون میده. ببینیم تنظیمات مکعب چیه. تنظیمات مکعب، هر آبجکتی تنظیمات بیسیک داره بچه ها. خب که حالت اینجا مثلا اسمش رو میتونید تغییر بدید، مثلا حالا هر چی که دوست دارید. مثلا کیوب واندر من میزنم، کیوب واندر میزنم که ببینید وقتی من اسمش رو تغییر میدم این بالا هم اسمش تغییر پیدا میکنه. اینجا دو تا تنظیمات هست، ویزیبل این ادیتور و ویزیبل این رندر، که با همین دو تا گزینه هستش که در واقع اینجا کنار آبجکتتون هست. تنظیمات مربوط به نمایش رو بریم. اینجا دیسپلی کالر رو داریم که به صورت پیشفرض روی آفه، که همون رنگ پیشفرض تنظیمات پروژه هست، میتونید اتوماتیکش کنید و رنگای آبجکتتون رو تغییر بدید که راحت‌تر بتونید پیداشون کنید. توی قسمت کورد شما تنظیمات سایز و مقادیر این آبجکت رو دارید. ببینید بچه‌ها، این آبجکت نسبت به صفحه تنظیمات صفر، یعنی دقیقا مرکز صفحه ما داره، ایکسش یک، وایش دو، زدش یک، که با تغییر هر کدوم از اینها من میتونم سایز آبجکت هامو تغییر بدم. که خب اگه دقت کنید اینا چون زیر مجموعان اونا هم داره تغییر پیدا. حالا ببین من توی مکعب کلا 4 تا تنظیمات دارم. وقتی میرم روی هرم تنظیمات من 4 تا است بچه‌ها. ببینید وقتی بچه ها من روی مخروط کلیک میکنم تنظیمات من به 6 تا تغییر پیدا میکنه. چرا؟ چون مخروط یه بالا پایینم داره که مرکزش هستش. ببینید قصدی من میرم توی قسمت آبجکت، توی مخروط من تاپ ریدیوس دارم که این اندازه بالا هستش و باتم ریدیوس دارم. ببین من اگه اون رو تغییر بدم و زیاد کنم حالت مخروط من عوض میشه. ولی من توی هرم تنظیمات دیگه ای دارم، نسبت هرم به هم دیگه است. ببینید 200 سانتیمتر 200 سانتیمتر 200 سانتیمتر. خب و وقتی که به مربع میرسم تنظیمات آبجکت من فرق میکنه. پس هر شیء این تنظیمات مربوط به خودش رو داره و پارامترهای مشخصی داره نسبت به همون شکل، که با تغییر دادنش میتونید حالتهای مختلفی ایجاد کنید. خب اجازه بدید من شکلم رو بچرخونم، دوربینم رو بچرخونم. ببینید مثلا انتهای هرم من رو ببینید، اینجا باتم ریدیوس من رو اینقدر قرار داد. من اگه صفرش کنم ببینید چه اتفاقی میفته. یا من فرض توی کپس برش دارم این گزینه رو، اصلا مخروط من میشه داخلش خالی. ببینید از بالا میتونید ببینیدش کاملا تو خالیه. ببینید اینا تنظیماتی هستش که شما میتونید تغییرش بدید تا شکلاتون حالتهای مختلف بگیره. بایش هم تا آبجکت ساده کار کردیم. ببینید مربع، هرم و مخروط. خیلی راحت با کنار گذاشتن این آبجکت ها میتونید برای خودتون یه دیوار قلعه مثلا درست کنید. آبجکت ها کنار هم دیگه در نهایت دو شکل شما رو انجام میده. من پیشنهاد میکنم به عنوان تمرین، چون خیلی زمان میبره تا من بخوام این کار انجام بدم، من بهتون پیشنهاد میکنم به عنوان تمرین این بخش یک قلعه یا یک خونه برای خودتون درست کنید، با آبجکت ها بازی کنید، سایزش رو تغییر بدید و ببینید چه تغییری توی شکلتون ایجاد میشه. خب این تنظیمات رو با هم دیگه انجام بدید، یه دیوار ساده قلعه درست کنید، یه دیوار خونه درست کنید. و اینا بدونید که بچه‌ها آبجکت های مختلف زیر مجموعه این قسمت قرار دارن. میتونید هر مدل آبجکتی که دوست دارید رو انتخاب کنید. مثلا برای مخروط میتونید یک ستون طراحی کنید با این قسمت. ببینید من این ستون رو میتونم اینجا قرار بدم و بعد مخروطم رو به عنوان کلاهک سرش قرار بدم. همین راحتی. البته ببینید جایگاهش خیلی درست. اگر روش کلیک کنید میتونید جایگاهش رو درست کنید. یک مقدارم کجه و صافش میکنم. البته مربوط به این اندازه ای هستش که بالاش تنظیم کردیم. این رو من بنابرای یک قرار بدم فکر میکنم درست میشه تقریبا. خب اگر دقت کنید مثلا یه جاهایی ازش اومده بیرون، میتونید این رو یک کوچولو ببرینش بالاتر یا همش کنید و تنظیماتتون رو انجام بدید. یک
قسمت دیگر رو میخواستم بچه ها بهتون نشون بدم، اونم این قسمت مود هستش. روی حالت مود میتونید قسمت های مختلف رو انتخاب کنید. مثلا میتونید حالت پروژکت برگردید، میتونید آبجکت برگردید که بعد آبجکتتون رو انتخاب کنید تا بهتون نشون بده. با این کلیت ها میتونید برگردید توی تنظیمات قبل و بعدش. با این حالت میتونید برید تو تنظیمات شیعه های بالاتر و دوباره سویچ کنید. با سرش کردن میتونید تنظیمات خاصی رو پیدا کنید و با قفل هم میتونید تنظیمات کار رو ببندید. البته من بهتون پیشنهاد میکنم اناکتیز رو تنظیماتش رو قفل نکنید، ولی اگر تمامی پروژهتون رو تموم کردید و خواستید میتونید پروژهتون رو کاملا قفل کنید تنظیماتش رو که دیگه دستکاری نشه. به همین راحتی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بعد از اینکه قلعه یا خونتون رو ساختید حتما عکسش رو برام فوروارد کنید تا به اشتراک بذارم توی گروه و بقیه ببینم. دوستتون دارم، فعلا خدا.